با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان ارجمند، در ادامه دو مبحث قبلی میخوام یادآوری کنم که حضور و نظارت اشیاء پرنده ناشناس در مناطق بحرانخیز جهان بسیار زیاده. یعنی در منطقه‌ای که آرامش حکم فرما باشه، البته نه آرامش گورستانی، آرامش توأم با آزادی بیان و عقیده، توأم با حفظ حرمت انسانی، اشیاء پرنده ناشناس کمتر مشاهده میشند. اما در مناطق مختلف جهان حضور اشیاء پرنده ناشناس بسیار گزارش میشه و اینها تصادفی نیست. قانونمندی خاص خودشو داره که بعداً بهش میپردازیم. بحث ما در رابطه با موازنه منفی بر علیه جبار توسط دماره. اما اینی که چه عاملی میتونه موجب بشه که اشیاء پرنده ناشناس رو با دماران همسو و همجهت ارزیابی بکنی؟ توضیحاتش در مباحثی که قبلا در چند فصل مختلف به عرضتون رسوندم ارائه شده، اما به طور خلاصه و کوتاه برای اینکه از اصل صحبت مخارج نشیم، اشیاء پرنده ناشناس منشأ زمینی ندارند، یعنی از فضا میان. دو دسته هستند، یا همراه با سرنشینند یا بدون سرنشینند. در هر حال با هوش مصنوعی هدایت میشند. مسافران فضایی هستند، سفاین فضایی هستند در مناطق مختلف زمین، یعنی نقطه پایان به حیات یک امپراتوری میذارند که در ظلم و فساد به اوج رسیده و باید پایین کشیده بشه. در متون الهی، در متون آسمانی، در سنگ نقش ها و در دست نویس های کهن این مطالب نگاشته شد. یعنی موجودات فضایی که از فضا میان به زمین برای انجام مأموریت های الهی که بهشون محول شده، پدیده مستقل و قائم به ذاته. اینها رو بیان کردم از جهت یادآوری و تذکار عرض میکنم. ابوالانبیا حضرت ابراهیم خلیل الله در قرآن مجید مکررن به رسول اکرم و پیروان رسول اکرم یادآوری میشه که ابراهیم اسوه حسنه، بهترین الگو برای سلاک الالله محسوب میشه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ابراهیم نقطه اوج و اعتلاء یک انسانیه که مهاجرن الالله. اسوه حسنه در قرآن مجیده برای کسانی
که توسط رسول اکرم به دین اسلام دعوت شدن. یه همچین جایگاهی داره. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. به هر سنجشی که بخواین ارزیابی کنید بر اساس متون عبرانی و سوریانی و آرامی و یونانی و سپس قرآنی، ابراهیم کمال اسوه حسنه در سیر العباد من المبدع الى المعاد به شما میره. اما در همین متون نوشته شده که مسافران فضایی برای اینی که پیش از درهم کوبیدن و تار و مار کردن جباران جناب لوط رو از اون ناحیه خارج کنن، ابتدا با ابراهیم برخورد میکنن. ابراهیم از نحوه رفتار اونا متوجه میشه که اینا آدمیزادای زمینی نیستن، مرسلین هستند. میگه حالا پس برای چی اومدی؟ قال فما خطبكم ایها المرسلون، به چه منظور اومدین؟ هدفتون چیه؟ مأموریتتون چیه؟ چرا یهو اینجا سر کلتون پیدا شده؟ قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. قالوا إنا أرسلنا إلى القوم المجرمين، ما اومدیم تکلیف اینهایی رو که مرتکب جرائم بسیاری شدند و زمین رو به فساد کشیدند روشن کنیم. عجل اون تمدن صدوم و عموره فرا رسیده، نقطه پایان میخواییم بذاریم بهش. ان موعدهم صبح علیه صبح و بغری، تا صبح راه زیادی نمونده و بقای اینا تا سر صبح امشب که به آخر برسه اینا دیگه نخواهم. ابراهیم به دست و پا میفته که آقا نکنین این کارو. میگن این یک طرح الهیه و ما مأمور به انجامشیم، شما برو کنار، از سر راه ما برو کنار. میگه بین اونا لوط داره زندگی میکنه. گفتن ما بهتر از تو میدونیم کی میونه اونا زندگی میکنه و اومدیم تا لوط رو خارج کنیم، برای این اومدیم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. اینا رو متون الهی داره میگه، قرآن مجید میگه، نه اینکه اینا با دعای ابراهیم اومده باشن، نه اینکه ابراهیم خواسته باشه اینا بیان. ابراهیم نمیدونه اینا کیان. میگه اگه 100 نفر میونشون سالم بودن شما اونا رو معاف از مجازات بکنی، کلشون رو. میگن باشه، نگران نبا. میفهمه که 100 نفر توشون صالح نی. میگه اگه 90 نفر، 80 نفر، 70 نفر، تا میفهمه 10 نفر سالم هم تو اون قوم نبود. پس این حضور دماران برای انجام مأموریتی که
به واسطه اون از فضا به زمین میان، ربطی به اون ولی و به اون مرشد و به اون انسانی که داره اونجا در زهد و پاکدامنی زندگی میکنه، به اون هادی نداره، هیچ ارتباطی نداره، جای دیگه تصمیم گرفته میشه. بعد اینها میان و میرن سراغ لوط و به لوط میگن شما از شهر خارج شو و کسانی رو که با شما مصاحب و معاشرن، اون دو سه نفر رو خارج کن، برین و به عقب سر خودتون نگاه نکنید و به سمت کوه برید. به راه میفته، فقط در صورتی که پشت صخره ها باشید شما رو معاف از تبدیل شدن به تل نمک میکنه، یعنی آب بدنتون رو بخار میکنه. قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الی فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. والصبح أثري دیگه از اون تمدن نبود. در متون آسمانی نوشته شده که از آسمان این واقعه بر سر اونها در زمین اتفاق افتاد و نیست و نابود شدن، یعنی آتش فشانی در نگرفت، اون منطقه کوه آتش فشانی نداره، زمین زیر پاشون باز نشد، این اتفاقات نیفتاد. اتفاقی که برشون افتاد اتفاق زمینی نبود، اتفاقی بود که از جو بر سرشون. فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارتا من سجیل منضود مسومتا عند ربی وما هي من الظالمين ببعيد. به این دلیل به مسافران فضایی و سفائن فضایی میگن دمار و نقششون اینه، اما در این حال حتی اگر یک مؤمن در بینشون باشه اون یک مؤمن رو نجات میدن، حساب و کتاب داره، قاعده داره، قاعدش رو خودشون میدونن چیه. این مطالبی که در متون آسمانی و در قرآن مجید نوشته شده و بنده به تفصیل در مباحث پیشین بیان کردم، این جهت تذکار. تا ادامه این مبحث، یعنی حوادثی که در قرن 20 و قرن 21 به وقوع پیوسته، شما یاران عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.